بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخنرانی من در واقع یه جورایی توی همین تیترش نهفته است، یعنی لابد من وقتی میگم قدرت و زندگی روزمره و بعد میخوام راجع به بحث میان رشته ای صحبت کنم، تصورم این هست که یه جوری مقوله میان رشته ای رو در نسبت با امر روزمره میفهمم و بر این مبنا دو تا روایت رو از میان رشته بودن توضیح میدم و خواهم گفت که کدوم روایت مد نظر من نیست و کدوم روایت مد نظر من هست. بعد از اون اشاره خواهم کرد به وجه تمایز علوم سیاسی از این حیث و اینکه چرا علوم سیاسی، همه علوم انسانی از این حیث که فکر میکنن باید به مقوله زندگی روزمره توجه کنند عامه، اما اشاره خواهم کرد که چرا علوم سیاسی در این زمینه یه وضع ویژه‌ای داره و یک ضرورت یا یک استعداد ویژه‌ای داره برای اینکه میان رشته‌ای فهم بشه، و بعد آخر کار هم اشاره میکنم به وضع علوم سیاسی در ایران و اینکه چه کاستی‌هایی رو تحمل میکنه در نتیجه عدم توجه به این مقوله. این نکته دومه، مقدمه دومه. در حوزه علوم انسانی خب میدونید همه دوستان که بحث دیری نیست که اساساً آیا علوم انسانی شبیه علوم طبیعی است، یعنی آیا ما میتوانیم همچنان که در علوم طبیعی قوانین کلی تأمین پذیر داریم، آیا میتونیم در علوم انسانی هم داشته باشیم؟ آیا علوم انسانی هم میتونه تابع این قواعد راسیونال عقلانی باشه؟ میتونیم بگیم برای همیشه این گزار صادق است که فقر موجب چه پیامدی میشود؟ خب خودتونم میدونید که تو حوزه علوم انسانی شکافی در افتاد و کسانی گفتن بله میشود و اگه نشود علمی وجود نداره، و درستم میگفتند. علم قاعدش همینه که شما باید بتونید بالاخره قواعد کلی تأمین پذیر درست کنید، بالاخره بگید پیانگا کیو دیگه، یه چیزی بگید، وگرنه علم تحقق پیدا نمی کند. یا اینکه نه، بیایید بگید امکان نداره، امور انسانی جوهرن با امور طبیعی متفاوتند، امور انسانی منفردند، تاریخی اند، خاصند و تابع هیچ قاعده عمومیت پذیری نمی شوند. خب اگه اینو بگید یه جورایی کمیت علم لنگ میشه. حالا ماکس وبرم خب اومد بین این دوتا زاویه پیوندی برقرار کنه. خب حالا این دوتا مقدمه رو چرا عرض کردم؟ میان رشته‌ای به معنای دومی که مد نظر منه، اساساً وقتی معنادار میشه که شما از درک کلیت یافته و عمومی و عام و جهان شمول از علم فرود بیاید و بخواید امور انسانی رو جزئی و خاص و منفرد مد نظر قرار بدید. اینجا همون جاییست که دانشمند از برج آج فهم کلی امور انسانی سقوط می کند به متن زندگی روزمره، امور خاص تاریخی منفرد، یعنی همون زندگی روزمره. انسان‌های واقعی و عینی همه در متن زندگی روزمره حیات دارن و موجودیت دارن، پس اونجا باید بری سراغشون. خب زندگی روزمره ویژگی ها و قواعدی داره و شاکله ای داره که اساساً علوم تأمین بخش کلیت ساز با مرگ این شاکله شکل می گیرند. ببینید امور علوم کلیت ساز همه فرضشون بر اینه که
این ادراک طبیعی که ما از امور داریم، مثلا فرض بفرمایید ما توی دوره انقلاب میبینیم یکی میگه که وا اسلاما، اسلام از دست رفت، مثلا چه خاکی به سرمون شد، کی بیاد به داد امام حسین برسه، مثلا ملت میریزن، به جوش میان، به خروش میان، بعد یه اتفاقی میفته، بعد یه دفعه شاه میشه یزید، بعد یه دفعه یه بازی، یه دفعه یه شکلی میبینین انقلاب شد و یه اتفاقی افتاد. خب این ادراک طبیعی آدمای منتشر در زندگی روزمره است. حالا باید به سخنان عمیق‌تر دانشمندانی گوش بسپاریم که این چرندیاتو نمیگن، اینجوری که انقلابو تفسیر نمیکنن. میان میگن آه انقلاب، هر انقلابی، انقلاب‌های جهان حاصل یک رابطه تکرار پذیر، مثلا حالا اگه چپه مثلا مناسبات طبقاتی و شیوه تولیدی، حالا این بحثا کهش میدانید، حالا اگه چپ باشه یه جور، اگه پارسونزی باشه مثلا میاد میگه آقا بین چهارگانه های هر حیات اجتماعی تأخر اگه بیفته اختلال پیش میاد، در نتیجه این اختلال اینجوری میشه. بعد این سوژه هایی که خودشون انقلاب کردن همینجوری حیرت زده نمیفهمن چگونه این توضیحات ساخته شده، ولی اونها رو درست میپندارن، میگن خب ایشون عالمه میدانه. یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که فرض بفرمایید شما وقتی که یک دانشجوی سال اول دوره لیسانسید و بعد میشینید پای سخن یک دانشمندی که در مورد ببخش اینجا جا هست بفرم، وقتی میشینید پای سخن یک دانشمند علوم اجتماعی، جامعه شناس سیاسی و امثال هم، خب اون سوژه‌ای که خودش کنشگر فعال میدان بوده میگه که من خودم نمیدانم و نمیفهمم و در نیافتم اون عوامل چگونه بر اراده من اثر گذاشت. و بعد میپذیره و بعد اونو جدی میگیره. خب این کاریست که یک دانشمند کلیت ساز میکنه. فقط ببینید وقتی که کلیت سازی و تعمیم های کلی و شمول جهان عام و شامل رو شما تولید میکنید، معمولا هر چی بخواید قواعد کلیت یافته و دقیق بدید، بیشتر باید تقلیل بدید به یک عامل مرکزی. مثلا من از نگاه چپ یک نگاه اکونومیکی داشته باشم و بعد تمام عرصه و تحولات اجتماعی رو حول و حوش این پارامتر مرکزی توضیح بدم و حسابم رو دقیقا جدا کنم از کسی که اکونومیک نمیبیند، مثلا فرهنگی میبیند، دقیقا حسابم رو جدا کنم از کسی که روانشناختی میبیند. اینه که شما میبینید دانش‌های کلان شکل میگیرند، دقیق میشند، صریح میشند، حسابشون رو دقیقا از هم جدا میکنند. این اتفاقی است که در حوزه دیسیپلین های علوم و دپارتمان های دانشگاهی افتاد و می افتد و مفیدم هست البته و تا حدی واقعیت رو هم توضیح میده. اما کجا پای این نگاه تمایز یافته و کلیت یافته دانش دوچار بحران میشه، لنگ میشه؟ اونجایی که میخواد پیش بینی کنه. خیلی خوب، حالا که تو دیگه کلید انقلاب ها تو دستته، دیگه همه چی رو میدونی، میدونی کدوم متغیرها چگونه بر هم تأثیر میذارن که چه شود، این لطفاً پیش بینی کنید اولین جا و مستعدترین جایی که در جهان امروز برای انقلاب مستعد کجاست. خب مارکس این کارو کرد. مارکس گفت با توجه به این قواعد و این ارتباطات دقیق اولین جایی که انقلاب میشه انگلیس. انگلیس هیچ وقت نشد و اونجایی که حالا حالا تای این لوکوموتیو روسیه است و اولین جایی که اتفاق افتاد روسیه. خب بعد یه خورده اتفاق عجیب غریبی میفته، یهو میبینی که پیش آمده الان در مورد این انتخابات های تو ایران پیش میاد، گاهی میبینی متخصصان هیچ چیزی میگن، جامعه شناسان و فیلسوفان و
فرهنگدانان و علوم سیاسی دانان و اینا یه چیزی میگن، مردم عوام یه چیزی میگن، بعد میبینی مردم عوام درست‌تر فهمیدن، بعد تعجب میکنی خب ما این همه درس خوندیم پس برای چی؟ یعنی اگه یه چی خبره که من توی اون ساختار کامل دقیق عمومیت یافتم نتونستم این کارو بکنم، گمانه های مردم درست‌تر در اومد. گاهی پیش میاد، نمیگم همیشه پیش میاد ولی گاهی پیش میاد. خب اگه یه بارم پیش بیاد این دانش ها باید بپرسن که چرا. اینجاست که ببینید اساسا این مسئله در حوزه علوم به وجود آمد. ببین انگار اینا یه جاهایی به طور سیستماتیک خطا میکنند. ما باید وارد متن زندگی روزمره بشیم. زندگی روزمره یه پیچیدگی داره مثل هرج و مرجه. اساسا یه دانشمند دقیق خیلی عمیق سرگیجه میگیره. ببینید در حوزه زندگی روزمره واقع قضیه اینه که شما فقط با اون پارامترهایی که دانش‌های دقیق باش مواجهن مواجه نیستید، فقط با اقتصاد مواجه نیستید، فقط با دین مواجه نیستید، فقط با سیاست مواجه نیستید، فقط با جامعه مواجه نیستید، شما با خرافه‌ام مواجهید، با قصه‌ام مواجهید، با افسانه‌ام مواجهید، با هوسم مواجهید، با احساساتم مواجهید، با عصبانی شدن مردمم مواجهید، با کلافگی مردمم مهمه، ترس مردمم مهمه. اینا به نحو پیچیده‌ای در هم تلاقی کردند. خب آشوبی است تو متن زندگی روزمره. بنابراین متن زندگی روزمره که تو با کنش آدم‌های واقعی مواجهی، اینجاش این هرج و مرج و آشوب زندگی روزمره با اون پاکیزگی و ساختارهای دقیق ریاضیگونه علوم نمی‌سازند. بنابراین این دفعه اینه که اونها رو میشکنه. باید یک کمی اونها رو فراموش کنی، اونجوری نمیتونی ببینی اونها رو به عنوان شاکله های پیشینی ذهنت، باید بذاری کنار، وارد متن بشی، متن خود این زندگی روزمره. ویژگی زندگی روزمره اینه که گوهرش اینه که پرکتیکاله، یعنی تو با انسانهای واقعی که اهداف خاص عینی دارن، یکی میخواد نمیدونم زن بگیره، یکی میخواد بچه دار بشه، یکی من چه میدونم فرض کنم احساس بدبختی میکنه، یکی احساس خوشبختی میکنه، و اینا اصلا معلوم نیست اینا چی هن، اینا روانشناسی هن، چون اینا میبینی پیامدهای اقتصادی دارند، شالوده یه باور دینی رو میشکنند. میدونید یه دنیای درهم پیچیده پرکتیکاله که با منظومه های پر از استعداد امور حادثی و حادث شونده است. یعنی ببینید شبیه فوتبال، خب هر آن ممکنه یه اتفاق شگفت انگیز بیفته. البته شما وقتی دارید یک فوتبال تماشا میکنید قواعد کلی عام عمومیت بخشم در کارند. بالاخره فوتبال یه ساختاری داره، یه قواعدی داره، به این معنا فوتبال و والیبال متفاوته. بنابراین اون قواعد کلی عام اینجا کاملا معدوم نمیشن، اما با اونا نمیتونی فوتبال تماشا کنی و اصلا لازم نیست فوتبال تماشا کنی. اگه اون قواعد انقدر دقیق و عام و ریاضیگونه بودند که به ما توضیح میدادند در دقیقه فلان فلانی حتما میزنه تو گل، خب همه فوتبال اصلا لازم نیست برگزار بشه که، میتونه تو همین اذهان ما اجرا بشه. اگه اجرا میشه و تو میری تماشا میکنی و هیجان زده میشی به خاطر اینکه اصلا اون قواعد عام فقط بستر این در واقع ساختار رویدادی هست، جنس و جوهرش حادثی است. ببینید واقع قضیه اینه که علوم سیاسی تنها رشته علوم انسانی است.
که تبدیل به علم نشد. بخواه جامعه شناسی الان یه علم مدونه، این همه تئوری، پارادایم، مکاتب مختلف واقعا در حوزه علوم اجتماعی هست، تو روانشناسی هست، توی خیلی دیگه از رشته های علوم انسانی هست. ولی ببین سودای تبدیل کردن سیاست به علم 2-3 دهه بیشتر تو امریکا عمر نکرد. یعنی واقعا علوم سیاسی میدونید به یه معنا قدیمترین رشته است از ارسطو، به یه معنا جدیدترین رشته علوم انسانی است. جامعه شناسی اینا همه از قرنهای 17، 18، 19 همینجور آمدند، علوم سیاسی اواخر قرن 19 شکل گرفت. این پالیتیکال ساینس در واقع مال اواخر قرن 19 است و اوایل قرن 20. خب چی در علوم سیاسی یعنی در امر سیاسی هست که بیش از سایر علوم در مقابل تئوری‌های کلان جهان شمول مقاومت می‌کند؟ ببینید بالاخره جامعه شناس وقتی راجع به طلاق و ازدواج مثلا میخواد تو جامعه ایران حرف بزنه و عوامل اقتصادی رو دخیل میکنه، میاد میگه آقا مثلا این افت مشکلات اقتصادی و تورم و فلان، هرچی این بیشتر طلاق مثلا بیشتر، خب میگه و یه جاهایی هم درست در میاد. ولی ببین سیاست کجا آغاز میشه؟ سیاست با تصمیم سر و کار داره. یعنی ببین اون جامعه شناس که پیش بینی میکنه چرا طلاق زیاد شد، ازدواج کم شد و امثاله هم، اما بهش بگی حالا با توجه به این عوامل حسن آقا بالاخره زن میگیره یا نمیگیره، اینو که نمیتونه توضیح بده که. ولی تو علوم سیاسی یه جوری با همین کار داری، حسن آقا زن میگیره یا نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی با مقوله تصمیم سر و کار داری. ما تو سیاست با تصمیم سر و کار داریم. ما میخوایم بگیم آقا درسته که آقای جامعه شناس، آقای روانشناس، درسته که حسن آقا وضع مالیش جزء عوامل داخل در اینه که تصمیم، این تصمیم رو بگیره یا نه، وضع روانیش مؤثره، وضع اجتماعی فرهنگی مؤثره، اما اینا کفایت نمی کنن برای اون تصمیم حسن آقا. چه بسا حسن آقا خیلی هم وضعش خراب باشه، پولم نداشته باشه، دستش هم به یه جا بند نشه زن بگیره، علی آقا وضعش هم خیلی خوب باشه فلان باشه زن نگیره، چون همه اون عوامل داخلی، عوامل مؤثره در تصمیم کفایت برای تصمیم نمی کنند. همیشه تصمیم نسبت به عواملی که در آن مؤثره کاستی یا زیادتی داره، یه چیزی کمه یه چیزی زیاده، اون تصمیم رو نمیتونی تقلیلش بدی به عوامل مؤثر بر تصمیم. ما با این کار داریم، ما با مقوله تصمیم کار داریم. خب پس علوم سیاسی مثل میشینه کنار جامعه شناس، میشینه کنار روانشناس، میشینه کنار مطالعات هرچی، میاد میگه آقا تو همه عوامل رو بررسی کردین، آخرش این سوژه های کنشگر من نسبت به این همه عوامل یک استقلال نسبی دارند، اونا تصمیم میگیرند و تا حدی تصمیمشون با این عوامل قابل توضیحه. خب ببینید پس امور انسانی تا حدی قابل کلیت سازی و قاعده سازی هست، اونا رو رشته های دیگه تا حدی میتونن توضیح بدن، اما امر سیاسی یعنی همان تصمیم خودانگیخته. حالا هم حتما هم فرد شاخصش نیست، ممکنه گروه های اجتماعی باشن، ممکنه یه مردم باشن، ممکنه یه طبقه اجتماعی باشن، اون تصمیمی که میگیرند به عوامل مؤثر، تا جایی که تصمیم من یا تصمیم ما به عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ربط داره، علوم دیگه میتونن مطالعه کنن. جامعه شناسی سیاسی همین کارو میکنه، روانشناسی سیاسی همین کارو میکنه، اما تا جایی که اون جایی که تصمیم افراد و گروه های اجتماعی بیشینه‌ای دارد، افزونی دارد نسبت به عوامل مؤثر، اونجا امر سیاسی حادث میشه.
پس در قلمرو سیاست ما با تصمیم‌های خودانگیخته غیر قابل تقلیل به عوامل مؤثر بر اونها سر و کار داریم؟ که حالا یه لحظه تصور بکنید این وجه خودانگیخته کنش رو، آشوبناک کاملا، کنشیست که نه حول و حوش امر اقتصادی، نه اجتماعی، نه روانشناسی، نه دینی، نه هیچ چیز دیگه قابل توضیح نیست. برای اصلا پیشینی نیست، علل اصول پسینی است. یه شما خیره خیره نگاه کنی هر آن ممکنه روی تازه‌ای به نمایاند. این درست همون جاییست که به نحو رادیکال شما وارد متن زندگی روزمره میشید. یا وجه سیاسی متن زندگی روزمره رو مطالعه میکنید، اونجایی که با تصمیم‌های خودانگیخته مواجهید، حتی اگه تصمیم‌ها سیاسی هم نباشند. ولی وجه خودانگیختهش مهمه. خیلی متشکرم از حوصله و تأمل شما. ممنون از شما.